گرامی خود را خوش آمدید میگیم به برنامه تلویزیون ما. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم، زنده باشین. تشکر از اینکه مرا دعوت کردین در این برنامه. السلام علیکم دوستای عزیز. و علیکم السلام، زنده باشی. ما در قدم نخست جا داره که 18 مسابقه شما را و این قهرمانی بسیار بسیار عالی را برای شما، برای خانواده تان و برای تمام ملت خود تبریک بگویم. زنده باشی. می پیروزی از من نیست که پیروزی از کل کشور افغانستان است. بسیار خوب، عالی بود و یک مسابقه بود که واقعا هیجان انگیزترین مسابقه بود. شما یمو جان، صحبت و مصاحبه شما را بیننده ما زیاد شنیدن. در مورد مسابقه اخیر شما کمی توضیح میتیم، بعد برمیگردیم سر دیگه سوالا. این پلان گذاری که این مسابقه شده بود، سازمان اگون، ای به چی ماناست و ای کدام سازمان است؟ بله، ما شروع از این سال در ماه فبروری یک قرارداد نو امضا کردم. ما در تیم آگون شپوت زیر فتحه هستم. منامیتا که آگون یک تیم بوکس در آلمان است که غیر از من نو بوکسر دیگر زیر قرارداد داره و پلانای مسابقه های ما را جور میکنه و ما مسابقه و برنامه و چیزها را میگرن و جور میکنن. این اولین مسابقه این بوده که بر تیم آگون شپوت. آگون شپوت یک تیم بسیار پروفشنل است. من بسیار خوش هستم که در این تیم هستم. باز از خاطر کرونا ما نتونستیم دیر وقت مسابقه بتیم. 6 ماه مسابقه ما به تعویق افتاد. اصلا در ماه مارچ پلان کردیم که مسابقه یک هفته پیش کنسل شده. از او خاطر ما بسیار خوش هستیم که حال در ماه جون، در تاریخ 12 جون 2020 تونستیم مسابقه را جور بکنه تیم ما. و ما امرای عریف خود که از کشور گانا افریقا میآید مسابقه دارم، یک عریف بسیار قوی بوده. مسابقه بسیار هیجانی بود، مسابقه سخت بود، مگر ما تونستم بار از 8 راوند عریف خود در پونکت ببرم. بسیار عالی بود. بله، ما هم قسمت های زیاد شدیم و تعقیب کردیم. پس آگون سپورت یک استرای آلمانی است، درست؟ بله. کدام مانای بخصوص داره؟ آگون ما فکر میکنم کمپ مانامیتا، کمپ ورزشکار. درست، بسیار خوب. و ای وی پی او چی است؟ WBO یکی از سازمان‌های جهانی است که World Boxing Organization مانامیتر و مسابقه پیش از او که ما باختم امروی قهرمانی اینترنشنال WBO است و ما یکی از کمربندهایم که در پشت سر میبینیم این کمربند WBO است که قهرمان اروپا شدم. سال 2019 در ماه جون مسابقه ایم که در کشور مونتنگرو بوده. بسیار خوب، بسیار خوب. حالا ما سر اونا مدالا هم میم، چون که موضوع بعض اصطلاحاتی که در پرده تلویزیون گفته شد به خاطر برای بیننده روشن شده باشه اصطلاحات رو پرسیدم. در این مدت 8 ماهی که یا 6 ماهی که کرونا و قرنطین بود، شما تمرین ها میکردین؟ بله، ما روزه تمرین میکردیم. تیم ما مارخانه روان کرده که اصلا ما در شهر برلین تمرین میکردیم، مگم از خاطر قرنطین مارخانه روان کرده که باز هر هفته بر ما پلان روان میکرده که ما چی بکنیم، چی تینینگ بکنیم. مرزا دوش بوده، بوکس بوده، پلان های بای هر کس مخصوص پلان جور کردن. باز هر روزه کردی تینر گپ میزدیم که آماده باشیم بر مسابقه دیگه. بسیار خوب. در بین مسابقه فاصله کرونا در نظر بود یا که عادی مسابقه بود؟ آدم میفهمید که کرونا است، از او خاطر یک کمک مشکل بود، مگم شکر که بخیر گذاشت. بسیار خوب. یمو جان، این راوند مسابقه شما در 8 راوند تنظیم شده بود، دلیل چی بود در 8 راوند؟ هر مسابقه از خود یک معنا داره، یعنی که مسابقه در راوندی باشه قهرمانی
مثلا یا قهرمانی اروپا یا جهانی 12 راوند است که این مسابقه را که من اول دادم 8 راوند بوده و ما نامیده که من در رنکینگ پونکت بر خود پونکت حساب میشه باز هر مسابقه کدام بردک پونکت های آدم جاتر میشه و آدم بلندتر میره و من تانستم بار از این مسابقه در آلمان نمره 3 بودم آل نمره اول شدیم. بسیار رو برتون تبریک بگم، بسیار موفقیت آمیز بود و تا جایی که من متوجه شدم 8 راوند تمامی 8 راوند به نفع شما بود، شما برنده بودین. بله بله، شما میگین از راوند اول تا راوند آخر من تانستم دست خودم باشه و دیستانس و قوت از من بهتر بود و من تونستم که هر راوند ببرم. بسیار عالی، بسیار عالی بود، موفق باشین. شما چند سال داریم؟ 26 سال هستم. بسیار خوب. در خانواده چند نفر هستین؟ با کیا زندگی میکنین؟ مادر پدرم هست که دیگر بیادر کلانم کنیشگا جان و بیادر خوردم حمید جان، خواهرم فرشته جان آرسی کرده و بیادر کلانم بکتاش جانم آرسی کرده. شما آرسی نکردین؟ تا بال نه، مادرم گفت تا قهرمانی جوانی رو نوری اجازه نداری. پس اصرار موفقیت شما ایست که هر راوند رو میبارین. راست میگی. بسیار موفق باشن، انشاءالله که خوشبخت هستن. خداوند به والدین شما خیر بده که شما را قدر رسانده و توجه دارن. بسیار خوب، شما سعیدی تخلص میکنین درست؟ مربوط خانواده سعیدی صاحب هستن؟ بله درست هست. و خداوند مغفرت کنه روح پدر کلان شما را که یکی از افتخارات کشور است که یک عالم بسیار خوب و یک نویسنده و شاعر بسیار خوبی بوده که وطن و تاریخ به او افتخار میکنه و همچنان جای افتخار است که به اولادایش و نواسایش که در دنیا قهرمان میشه یک خانواده خوشبخت است. افتخار به شما که هم تانستی نام خودتانه، نام سعیدی صاحبه و نام کشور همیشه بلند و بیرق بر افراشته نگه داشتین. زنده باشین. آمین. زنده باشین. شما راست نگه. در ضمن از این مسئولیت دیگه چی دارین؟ درس در کجا خواندین؟ من تا سنف 12 مکتب خواندم. بار از مکتب من انستیتوت مساژ و سپورت خواندم. بار از انستیتوت فیزیوتراپی را خواندم. در این بخشم کار کردم. مگم 2 سال میشه که من صرف سپورت خود را پیش میبرم از خاطر که در روز 2 یا 3 دفعه تمرین میکنم و وقت کار نیست. تا و ای که من سپورت خود را پیش میبرم با پیشرفت دارم انشاءالله. من صرف سپورت خود را میکنم بار از زو پلان دارم ای که پس درس خود را پیش ببرم و مو بخش که من یاد گرفتم بخش فیزیوتراپی را یک کلینیک باز کنم و در این بخش پس کار کنم انشاءالله. بسیار خوب. و تمرینات مسابقه را تحت نظر کدام استاد پیش میبره؟ نام تینر ما میشل شتخویتز است که تینر بین المللی آلمان یک وقت بود از آماتور آل تیم تینر آگان شپات است در برلین میشنن و همیشه پیش از مسابقه ما 4 تا 6 هفته پیش ما باید برلین برم امرای تینر و تیم تمرین بکنم. خب این ترنر رو باید خودتان انتخاب کنین یا که از طرف امو آگان سپورت تعیین میشه یا بله آگان سپورت یک ترنر داره، مگم اگر دل ما باشه ما سپورت ماینا بکترا میتونم از خودم یک ترنر انتخاب بکنیم. مگم این ترنر که آگان سپورت انتخاب کرده بسیار ترنر خوب است، اگر من خوش هستم امروی از و از خاطر من همیشه بر تمرین بلین میریم و امروی از تمرین میکنم. درست، بسیار خوب. شما بعد از این مسابقه شما اولین بوکسر در شماره 1 در آلمان شدین، بله؟ بله، بعد از این مسابقه من نمره اول آلمان شدم و نمره 36 در جهان. نام خدا، بسیار خوب. این مدال و کپایی که پوشتر تان است همیشه از شما است؟ بله، همیشه از من 3 دانه دیگه ماندگی است. و میتونم بر شما نشان بدم ای دوتا و ای طرف هم یکی هست. بسیار عالی، بسیار عالی، جای افتخار است. اگر کتا کمی توضیح بتین که کدام میشه در کجا به دست آوردین؟ با چشم، ما
کدیدی پوکال شروع میکنم. این پوکال 1.50 متر است. در سن 14 سالگی تونستم این پوکال ببرم. آلمان جوانان بودک بعد سرازی کمربند مسابقه دادم. این پادشای King of Under 18 Champion یک تورنمنت بوده کورا بردم. بعد از او در بخش جوانان در پروفیشنل K1 ما قهرمان آلمان شدم. این کمربند بردم. بعد از او در آلمان بوندسلیگا آدم میگه یک تورنمنت کلان بوده که بهترین بوکسرهای آلمان دمو بوده در K1 این کمربند سفید در او بردم. بار از این کمربند ما در پروفیشنل بوکسینگ در بوکس خالی دخول شدم و ما تنستم که این کمربند ببرم در سازمان GBA German Boxing Association. این قهرمانی آلمان است. بار از او ما این کمربند سرخ در پشت سر که میبینیم از سازمان IBF یکی از سازمان های کلان جهان است که قهرمان اروپا شدم در سال 2018 بودک. یعنی ما 4 دفعه دفاع کردم. بار از او این کمربند سیاه است از سازمان LPV Intercontinental Champion شدم در سال 2019 و در جون سال 2019 در کشور مونتنیکو عریف ما کمربند اروپا را داشت از سازمان WBO که اونجا میبینیم ما این کمربند سرخ داشتیم و هر کس که مسابقه را می برد هر دو کمربند برد و شما می بینید که هر دو کمربند شکر در خانه ما است که من آنکه که من تنستم مسابقه را ببرم و 2 دفعه قهرمان اروپا شدم. نعم خدا و کار ساده نیست، واقعا یک استعداد کار داره و دعای پدر و مادر دعای ملت است که شما در این درجه رسیدین و خدا شما را حفظ کنه و شما این نام و نشان حفظ کنین. یماجان گرامی سمبولای از این خوب معلوم دار است که معنا داره، رنگایش هم معنا داره؟ رنگایش معنا نداره، مگم هر سازمان از خود یک رنگ داره. IBF سرخ است، WBO براون است، دیگه WBC سبز است، WBA سیاه است. این 4 سازمان جهانی کلان است. هر سازمان از خود رنگ داره. باز رنگ کمربند آدم که ببینه میفهمه که از کدام سازمان است. بسیار خوب، بسیار عالی. شما خودتان هم شاگرد تربیه کردین، جای با دیگرات میخواین که شاگردای قهرمان از شما هم باشن؟ بله، ما بسیار وقت شروع کردیم که دیگر شاگردار تمرین بدیم. ما خودم هنوز اشتک بودم که اشتک کار تمرین میدم که دی 14 سالگی ما شروع کردم تمرین بدم نوجوانارا. بسیار دیر وقت باز امرای 17 سالگی ما خودم یک کلب داشتم که شاگردا تربیه میکردم. باز در سن 20 سالگی این دو کلب داشتم زیادتر از 150 شاگرد و تونستم که یک شاگردم قهرمان اروپا شد، یک شاگردم قهرمان آلمان شد. مگم از خاطر که من خودم میخواستم پیشرفت بکنم با تا یک جای برستم، در این وقت که هنوز جوان هستم با امکانات شدارم از او خاطر کلب خود کم کردم. حالا بسیار کم شاگرد دارم و من کوشش میکنم که خود پیشرفت بکنم تا یک جای برسم. باز انشاءالله که سپورت و مسابقه خودم خلاص شده که من میخوایم باز یک کلاب کلان باز کنم انشاءالله و دیگه شاگردای خود برسانم. بسیار خوب، پس به این مانو که بعد از آرسی میخواین کلاب رو باز کنیم؟ بله. بسیار عالی، پشت پشت انشاءالله. بسیار خوب، شما زبان بسیار خوب صحبت میکنین، زبان در کجا یاد گرفتین؟ نباشه، من در آلمان تولد شدم. مادر پدرم در سال 1992 آلمان آمدن. من یک سال بعد در سال 1993 در آلمان در شهر دیوغن نزدیک کرن که است که تولد شدم. باز مادر پدرم گفتن که آلمانی را بیاز یاد میگی در کودکستان، در مکتب، در درس، در کار. از اول تو باید لسان مادر پدر تا یاد بگیری، از خاطر مهم است. در خونه ما همیشه فارسی گپ میزنیم. باز آل شکر فارسی را یاد دارم، کوشش میکنم و آلمانی را خیلی زیاد گرفتیم از خاطر که در تمیز زندگی میکنیم. طبعا بله بله، شما به افغانستان و علاقمند بسیار زیاد هستین و در اوج کمک کردین اکثر ورزشکارا را. این علاقمندی بر شما از کجا پیدا شد؟ طور که گفتین در آلمان به دنیا آمدین. بله، ما کشور را تا بال ندیدیم مگم بسیار علاقمند هستم که انشاءالله افغانستان بیایم، افغانستان ببینم.
ما بسیار زیاد از قصه های مادر پدرم، از عکس ها، از ویدیو افغانستان دیدیم، علاقه داریم، خوش دارم، دوست دارم. از خاطر من میفهم که خودم از افغانستان است، اکانم از افغانستان است، اک مادر پدرم و الانم از افغانستان است، اک خودم از او کشور هستم. از خاطر جنگ مادر پدرم باید آلمان می آمدن، فرار کردن. مگم هیچ وقت از یار ما نمیره که از کدام کشور با فرار کردن، از کدام کشور ما هستیم. و بر من بسیار مهم است که ما امکانات داشتم در وقت جنگ در آلمان تولد شدم، با امکانات آلمان بر من داده که تا این سرعده برسم، درس خوندیم، در بخش سپورت خود پیشرفت کنم و این خوشی را که ما داشتم من میخواهم بر دیگر جوانا بتم و کمک میکنم. ما مادر پدرم و خودم در افغانستان امرای زیاد ورزشکارا و زیاد امرای زیاد ترینرا و کلپا به تماس هستیم، اگر کمک کار دارن، اگر دسکش و مال بر تمرین، اگر چیز کار دارن، ما همیشه پشتشان ستار هستیم، امرای سازمان ها ما در کانتکت هستیم و گپ میزنیم و کوشش میکنیم که امکانات های خود برازوا بتیم و کمکشان کنیم که هیچ وقت از یاد ما نمیره از کجا میاییم، از کجا آمدیم و در کدام سرحد رسیدیم. و انشالله از این قدم زیادتر کمک میخواییم بکنیم که افغانستان هم انشالله پیشرفت بکنه. دیگام بسیار عالی، خداوند شما را خیر بده، خداوند پدر و مادرتان را خیر بده، خانواده را که چنین فرزند تربیت کرده که همه کشور افتخار میکنه. و این سخن گفته شما الگو سرمشق است برای دیگر جوانان. شما در افغانستان بوکس که است یک ورزش خشن گفته شده یا تعریف شده، اما در اینجا که مسابقه صورت میگیره بیشتر روی تیوری، روی تکنیک، روی هنر بوکس کار میگیره یا تکنیکاش بسیار یک ورزش بسیار ملایم و خوب است. تفاوت بوکس قبلا یا فعلا چی گونه ارزیابی میکنه؟ کته است که بوکس جنگ وره، جنگ است، مگم آدم باید با کلاب پیش بره، بخی سترنج وره است، آدم باید یک تکتیک داشته باشه، آدم باید با پلان پیش ببره. امی تمرینش 4 تا 6 هفته که است، دویش است، وزن کشی است، بوکس است، سپرینگ است، در مسابقه کدام دخول میشه، آدم باید بفهمه که حریف آدم چی یاد داره، در چی خوب یاد داره، چی قف خوب یاد نداره، در کنگ چی خود نیست. سریع تو چیز آدم باید همیشه فکر کنه، تو نیست که آدم در رنگ دخول، در قفص آدم دخول میشه و مقصد جنگ میکنه. ای سپورت یک سپورت است که همراه کلا آدم باید پیش بره، از او خاطر همه چیز برای پلان است. بسیار خوب، پلان های بعدی شما چی است که میخواین، چی پلان های پیش روی دارین که باید انجام بتین؟ بله، ما نوامبر 2019 دفعه اول در زندگی خود شکست خوردم و مسابقه خود باختم، مگر منیجر عریف امروش که مسابقه قدر کردم جک کوجای مسابقه ایم با ستایل بوکس مقه خوشش آمده که مرا زیر فتخه کرده، منیجرش از تیم آگان شپات است، از او خاطر من تانستم در مو تیم عریف که باختم در تیمش داخل شدم. با تحت یزمی تیم که حالا ما است و ما بسیار پلانای کلان داریم. این مسابقه اول مدک در وزن بلندتر رفتم، حالا از 69 کیلو در 72.5 کیلو در میدل ویت. و پلان های بعدی ما ای است که می خواهیم مسابقه دیگر انشالله یک قهرمانی باشه، قهرمانی اروپا اگر امکاناتش باشه. پلان ها اناس امرای سازمان ها پیش میره. با پلان ما ای است که آخر دیگر سال انشالله قهرمانی جهان بزنیم اگر خدا بخواه، خدا میره بان است که پلان ما است که من کوشش خوده میکنم، تمرین خوده میکنم که تا این سرده برسیم. انشاءالله که میرسین و گپ بسیار خوبه گفتین که در اوج آگون سپورت با شما کمک کرد. همون رقمه که شما احساس وطنی دارین و در افغانستان علاقه دارین و همچنان بیرق افغانستان پشت سر شماست، ما به نمایندگی ملت و مردم خود میخوایم که از استادای شما، از مردم آلمان، از دولت آلمان تشکری و سپاسگزاری کنم که برای خانواده افغان و آن هم مهاجر اینقدر زحمت و زمینه سازی کرده و استعداد شما را رشد داده. واقعا ما قلبا ازشان سپاسگزار هستیم. همی هم نو بودن آدم حس میکنه که در دنیا ببین چقدر انسان خوبی وجود داره. راست میگه، من خودم بسیار خوش هستم که این امکانات ما در ایتا کشور، در
داریم. ما میفهم که ما از این کشور نیستیم، مگم بر ما که این کشور بوده، ما اینجا میمان هستیم، صرف میمان هستیم. و از اون خاطر ما بسیار خوش هستم با عرضا شکر میکشم که به یک تیم هستم کمک بر ما میکنن با ما به این سرحد رسیدیم. واقع و جایش هست که ما از اونها باید تشکری و قدردانی کنیم. بسیار عالی. اما جان اگر شما موافق باشین بریم قسمتی از مسابقات شما را ببینیم و با بیننده خود یک جا شریک بسازیم. شما اگر پیام یا گفتنی داشته باشین میتونیم که پیام خود برای مردم ما بخصوص جوانان بگوییم. پیام من بر جوانان عزیز وطن این است که کوشش کنین از هر امکانات که شما در زندگیتون دارین پیش ببرین، یا سپورت یا درس یا تحصیل. مهم است که هر کس نمیتونه بوکسر شوه، هر کس نمیتونه معلم یا دکتر یا پروفسور شوه، هر کس از خود یک تالنت داره، هر کس یک چیز در زندگی خود داره که خوب یاد داره و او را باید پیش ببره. ما یک کشور جنگ زده هستیم، مگم هیچ وقت اجازه نداریم از یاد ما بریم که یک قلب شیوار داریم و باید کوشش کنیم که این کشور جنگ زده را که هر کس نام افغانستان را که میشنوه فکر میکنه که صرف یک کشور جنگ زده است، مگم ما افغانا بسیار قوی هستیم، قلب خوب داریم و باید بر دیگر انسان ها نشان بتونیم که میتونیم پس این کشور را بلند کنیم و بیرق افغانستان را بلند کنیم و همه ما قهرمان هستیم. بسیار عالی، بسیار عالی. بر شما موافقت آرزو میکنم، تشکری میکنم که شما وقت گذاشتین و با ما مصاحبه انجام دادین. با امید موفقیتتان یک بار دیگری موفقیت بزرگ هم با شما هم با خانواده و تمام ملت خود تبریک و تهنیت عرض میکنم. تشکر یما جان. زنده باشین. تشکر از اینکه ما را در این برنامه دعوت کردین. تشکر دوستای عزیز که همیشه پشت ما استار هستین، بر ما از هر طریق مسیج میکنین، نشته میکنین. ای بر ما بسیار یک کمک کلان است که من میفهم شما پشت ما دیوال وارستاد هستین و انشاءالله که از این قدم پیشرفت میکنیم. یک دنیا تشکر. لطفتان. وقت خوش داشته باشین، موفق باشین و مواظب خود باشین. همچنان. خدا حافظ. خدا حافظ.